سلام و وقتتان بخیر. به برنامه پس از خبر از آریانا نیوز با من بشیر جو خوش آمدید. تا پایان سال مالی روان، عواید کشور به 200 میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت. مسئولان در وزارت مالیه میگن که این رقم از هدف تعیین شده از سوی صندوق جهانی پول نیز بلندتر است. در این مورد گزارش داریم، گزارش را با هم یک جای میبینیم، دوباره برمیگردیم. در اینجا معین وزارت مالیه در پیوند به عواید کشور به خبرنگاران معلومات می‌دهد. وی می‌گوید که از آغاز سال روان تا کنون 165 میلیارد افغانی جمع‌آوری کردند و این رقم تا اخیر سال مالی به 200 میلیارد افزایش خواهد یافت. به گفته وی، صندوق جهانی پول برای افغانستان 188 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده بود. هدف دوم که داده شده 200 میلیارد است که انشالله تا ختم سال مالی به این هدف ما انشالله نائل میشیم. رئیس عمومی عواید این وزارت نیز تاکید دارد که سیستم های جدید جمع‌آوری عواید را ایجاد کردند و سال آینده روند مالیه‌دهی را نیز الکترونیکی خواهند ساخت. در ماه سرطان توانستیم که ای فایلینگ یا خدمات الکترونیکی اظهارنامه را آغاز کنیم که به اساس از او توانستیم که ریاست مالیه دهندگان بزرگ در مرکز بیشتر از 50% مالیه دهنده از این سیستم استفاده کنه. این سیستم خوبیش است که تمام اظهارنامه مالیاتی از طریق سیستم خانه پوری میشه و سنجش مالیات توسط سیستم صورت میگیره و همچنان جریمه های مالیاتی پرداختش. وزارت مالیه تاکید دارد که برای گسترش تولیدات داخلی تعرفه تجدیدی را عملی خواهند ساخت. سه کالی په دغه د ماشین آلات دپاره نوي شرکتونو موږ ته مراجعه کړې ده چې تقریبا 300 او 100 ماشینونو دپاره مختلفو ماشینونو دپاره دغه دپاره هغې ته معافیت یا ترجیحي تعرفه ورکړې ده چې ټول قیمت یې تقریبا 3 میلیونه ډالر کیږي. آگاهان اقتصادی وضع تعرفه های ترجیحی ها را در گسترش تولیدات داخلی موثر می دانند. برای بحث بیشتر در این مورد مهمانان من در این برنامه آقای شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، و آقای محمد شبیر بشیر، آگاه اقتصادی در این برنامه با ما هستند. سلام بر شما، شبتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام، سلامت باشین. آقای مسجدی، در نخست بگوین که دلیل افزایش عواید چیست؟ دلایل مختلف است. اولیشی که به خاطر مبارزه با قاچاقی که در گمرکات صورت می گرفت، تغییر جنسی که در گمرکات صورت می گرفت و در بعض جاهایی که اصلا گمرکات موجود نبود و از اونجا سوء استفاده می شد، اقدامات جدید تنفیذی صورت گرفت. مسئله دومش، هماهنگی خوب با سکتور خصوصی بود. در بسیاری موارد که سکتور خصوصی حتی آماده به پرداخت مالیات نبودن و یا محصول گمرکی مثل طلا و موارد که با اونا هم موافقه صورت گرفت. مسئله سومش، ساده‌سازی پروسه هاست. و در کل اگر به این بگوییم که چه علت های موجود است، خرد و کوچک بسیار زیاد است، ولی امی موارد را که میشه که اساسی ترین علت هایش بگوییم. اساسی ترین علت هایش تنفیذ بهتر قانون است، مبارزی جدی با فساد است، یک ترس در گمرکات و در مامورین مالیاتی ما ایجاد شده که اگر کسای با هر طرف در فساد درگیر میشه، اقدامات جدی علیهشان صورت میگیره. شما شاید در خبرهایتان گرفته باشین که چند قبل ما از هرات مسئولین گمرکی را داشتیم که بطوران ولی معرفی شدن، چند قبل در بلخ داشتیم، از او قبل چند تن از مامورین ما در گمرک پکتیکا به چنین سرنوشت دوچار شدن و عین مسئله در بخش مالیه دهنده ماست. در عین زمان همکاری سکتور خصوصی هم خوب شده، مالیات خود به وقت پرداخت میکنن، مالیات خود درست سنجش میکنن و مسئله دیگری که ما را کمک کرده پول خود خوبتر جمع‌آوری کنیم، نظارت بیشتر از کار کرده است و ساده سازی پروسه هاست. مثلا امروز قسمی که رئیسی عمومی عواید هم صحبت کردن، حالی یک شخص نیاز نداره که شخص خودش فیزیکی با تمام اسنادها و موارد به یک دفتر ما بیاد. بله. اگر یک کامپیوتر و اینترنت داشته باشن، خودشان به سیستم اسناد خود میتن، مالیشان توسط سیستم بررسی میشه، اونم اونجا برشان گفته میشه که چقدر مالیه پرداخت هستن، تعرفه رو میگیرن. بله. حالا بنابر تغییراتی که به وجود آمده شما ذکر کردین، در کل سال گذشته شما چقدر عواید جمع آوری کردین و این سال چقدر عواید جمع آوری شده؟ اگر به عین وقت ببینیم، در سال گذشته ما در حدود 154 میلیارد افغانی جمع آوری کرده بودیم که نظر به سال فعلی 10 میلیارد 11 میلیارد کاهش نشان میده، ولی در کل در سال مالی 1397 ما 189 میلیارد افغانی جمع آوری کردیم
که اگر به روند جمهوری که فعلا این سال ما به پیش میریم بگیریم، امسال انشاءالله با 200 و بالاتر از مرز 200 میرسیم. حالا این عواید جمع‌آوری شده همچنان از عواید تعیین کرده یه صندوق جهانی هم بالاتر است. بیشتر این عواید را شما از کدام منابع جمع‌آوری میکنید؟ در زمانی که بودجه ملی افغانستان ساخته میشد در اوایل سال، هدف را که صندوق وجهی بین‌المللی پول به حکومت افغانستان در راستای جمهوری عواید تعیین کرده بود 188 میلیارد افغانی بود، ولی بعدها در بررسی وسط سال بودجه که به پارلمان رفتیم و یک تعداد تغییرات در پارلمان آمد، این رقم به 200 میلیارد افغانی رسید. یعنی حال هدفی را که ما باید به او خود برسانیم او 200 میلیارد افغانی است، نه 188 میلیارد. عمده ترین درآمدهای ما که اگر به اساس کاتگوری سه نهاد ما بگیریم که یکی گمرک است، دومش مالیات است و سومش غیر مالیاتی است، بیشترین رقم ما از گمرکات میاد که در حدود 48% را میگیرند. بعد از او مالیات است که مالیه دهنده بزرگ و متوسط و کوچک است در ولایات و کشورها. بعد از او هم وزارتخانه های حکومتی است که در مقابل خدمات به مردم فیس اخذ میکنه. بله، تشکر آقای مسجدی. دوباره به شما برمیگردیم. آقای بشری، در ادامه صحبت های آقای مسجدی، عواید جمع‌آوری شده از نظر شما چقدر اصولی و قانونی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما، سلامت باشین، خدمت میمون معزز در بس، بیننده های بسیار خوب آریانا نیوز و مردم عزیز ما. عوایدی که حکومت افغانستان جمع آوری میکنه و خوشبختانه که از تارگت هم اینا بلندتر میتونن تا آخر سال مالی به دست بیارن، در حقیقت عوایدی هستند که حالا این عواید چقدر قانونی و اصولی است؟ بدون شک که عواید قانونی است. سه چشمه عایداتی که حکومت افغانستان داره، مالیات، محصولات گمرکی و فروش خدمات دولتی که از آدرس نهادهای دولتی به فروش میرسانه یا به فروش میرسه، هر سه چشمه های عایداتی قانونی هستند. ولی عرض ما ای است که از یک سو این خبر یک خبر بسیار خوشایند و یک خبری است که با عوامل همچون مبارزه با فساد و آوردن شفافیت و نظارت دقیق از جمع‌آوری عواید و خدمات دولتی که به فروش میرسه صورت گرفته و حکومت ادعا میکنه که ما میتونیم حتی از تارگت بیشتر در یک سال مالی عواید به دست بیاریم. ولی در نظام های دموکراتیک بعضی از موضوعات وجود داره که در بعضی از مواقع حساسی که حکومت بعضی از ادعاهای پیشرفته میکنه حکومت به چالش میکشانه. مثلا بعض از شاخصهای اقتصادی است که ما افزایش عوایده و پیشرفتهای اقتصادی را به او شاخصهای اقتصادی محاسبه میکنیم یا پیمایش میکنیم در تبانی با ادعای حکومت. مثلا قسمی که نطاق معزز وزارت مالیه که در بس با ما حضور دارند اشاره کردند که بیشترین قسمت عرض دارم، این نکته بسیار اساس است، بیشترین قسمت عواید ما از محصولات گمرکی است، گفتن 48% فکر کن. محصولات گمرکی یعنی پولی که شما از آدرس واردات به دست میارین. محصولات گمرکی چارجزی است که بالای واردات کالاهای وارداتی اپلای میشه و فیصدی مالیاتی که از سکتور خصوصی به دست میآید و وزارت مالیه هم خوشنود است از همکاری سکتور خصوصی و مجموع خدمات را که حکومت به فروش میرسانه، سه چشمه عایداتی مشخص حکومت است که خوشبختانه میتونه تا آخر سال او را از تارگت هم بلندتر نشان بده، پولی که به دست میآید. ولی این پولی که از تارگت بلندتر به دست میآید متاسفانه در درون سیاست مالی حکومت یا فیسکال پالیسی حکومت سکتور خصوصی حمایت نمیشه. نوع فشار از بالای سکتور خصوصی که به منظور پور نمودن تارگت از آدرس حکومت اپلای میشه بالای سکتور خصوصی. چند قبل دقیقا دیروز خبری که به ما رسید که حدود 300 یا بیشتر از 300 شرکت بزرگ و اشخاص بزرگ که مقروض مالیاتی از وزارت مالیه هستند و بدون شک که
مقروضیت مالیاتی از اونا هم پول وافر است. بله، قسمی که شما اشاره کردید بیشتر همچنان حکومت گفته که طرح‌های جدید برای جمع‌آوری عواید روی دست گرفته که تا سال آینده عملی میشه. فکر میکنید از نظر شما طرح جدیدی که حکومت روی دست گرفته چقدر عملی میشه و تا چه حد این طرحی که حکومت روی دست گرفته قناعت بخش است؟ بحث عملی شدن طرح‌های حکومت بستگی به خود حکومت، ظرفیت‌ها، اراده و تعهد حکومت داره. چقدر تعهد دارن و چقدر ظرفیت در راستای در کنار ظرفیت حکومت از نظر شما چقدر چقدر عملی خواهد شد؟ بدون شک حکومت تعهد خود را اکمال میکنه و ما در تعهد حکومت شک ندارم. حکومت یک حکومت مردم سالار و یک نظام دموکراتیک است و باید تعهداتش عملی کنه. ولی آنچه که مهم است، نکته اساس، اگر طرحهای حکومت متمرکز به می سه چشمه عایداتی باشه، مالیه، محصولات گمرکی و فروش خدمات دولتی، ما با این سه چشمه حواید با جز از این که فشار بالای سکتور خصوصی را احساس میکنیم و در مقابل از این که تارگت پوره شود دروازه ها را برای واردات باز بانیم که محصولات گمرکی را اخذ کنیم، چرا که بیشترین فیصدی حواید ما محصولات گمرکی است. اگر متمرکز به این سه چشمه عایداتی طرح حکومت باشه، باز هم ما خدمت شما عرض بکنم که طرحهای استراتژیک نیستند، یعنی طرحها نمیتونن با شکل دراز مدت مشکل از زیر بنایی حل کنن. پیشنهاد ما این هستند که ما توقع داریم که از آدرس حکومت چشمه های جدید عایداتی را بشنویم که حکومت طرح را به کار ببرند یا برنامه را دیزاین کنند که تشکر دوباره شما برمیگردید چشمه های جدید عایداتی ایجاد شود. بله تشکر. آقای مسجدی، همچنان دو روز پیش یک مؤسسه داخلی به نام افغانستان آمد یک گزارش نشر کرد و همچنان گفت که در تمام نهادهای دولتی فساد گسترده وجود دارد. این گزارش که این مؤسسه داخلی نشر کرد به نام افغانستان آمد، چقدر این گزارش را شما تایید میکنید؟ خب من دقیقاً نمیفهمم که نوعیت از این تحقیق از اینا چگونه است و در چه مقدار ادارات و در تحقیق از اینا چقدر نفر اشتراک کرده، ولی حقیقت مسئله این است که از موجودیت فساد کس چشم پوشی کرده نمیتونه. خود حکومت، رهبران حکومت و مردم ما به این میفهمه که موجودیت فساد یکی از اساسی ترین عوامل به حساب کمبود رشد اقتصاد و یا موارد خوب حکومت داری است. اما این را باید ببینیم که در مقابل فساد به چه اندازه مبارزه انجام میگیره و یا چقدر. شما اگر آخرین دوره از ارزیابی های صندوق وجهی پول ببینین که در مباحث اقتصاد بزرگ بسیار مهم است، اونا با بسیار صراحت گفتند که حکومت افغانستان در بخش مالی و اقتصادی خود اصلاحات را که آورده قابل قبول ما هست، ولی هنوز هم رای دراز مانده که ما او را باید بپیماییم تا به حالت برسیم که ما فساد دیگه یک مشکل نداریم. شما پیش اشاره کردین که حالا باید دیده شود که چقدر مبارزه در قسمت فساد صورت میگیره. چه فکر میکنید چقدر تغییرات تا امروز در گمرکات به میان آمده و اینکه از نظر شما تا امروز چقدر در قسمت فساد که در نهادها وجود داره مبارزه صورت گرفته؟ خب مد این شک ندارم، من این شک ندارم که نظر به سالهای گذشته هم در گمرکات و هم در ادارات دیگر خوبی به میان آمده و با فساد مبارزه صورت گرفته. اما این مبارزه ما من حیث سخنگوی وزارت مالیه که به میان آمده میشه که اشاره داشته باشین، مثلا اشاره اولی ما به اینمی است که ما من حیث یک افغان مثلا دیروز بود یا یک هفته پیش بود، من میشنوم که برای بار اول والی های برحال، معین های برحال و وکیلای مردم برحال به خاطر دروغ گفتن دارایی هایشان به تارانوالی معرفی شدند. مثلا ما در گمرک هرات خود یک محموله بدون پرداخت مالیات گمرکی ترخیص شده بود. 8 تن به شمول معاون یعنی مسئول درجه دوی گمرکات به مرکز خواسته شدن و قضیشان به تارانوالی رفت. مثلا در ولایت ملخ ما به همیانه اقدامات حکومت از سطح پایین به بالاست. ولی آنچه مهم است ببینین در مبارزه با فساد 3 چیز باید شما همزمان توجه کنین: مردم، پروسه ها و سیستم ها. این چیزی هست که با هم ربط دارن. اگر ما هر چقدر سیستم و کامپیوتر و موارد رو خوب را در جای بگذاریم ولی انسان های خوب را نگماریم، مشکل است. بله. هیچ کس زمانی که به وزارت مالیه یا به گمرکات میآید ادعای از این را نمی کنه که دزد و فاسد است. همه ادعای بهترین مسلمانی و بهترین نفاست نفس و بهترین پاکی را می کنه. بله. ولی زمانی که فرصت مهیا میشه چی کار میکنه؟ اونو مواردی است که وزارت برای ازو متوجه است و به هیچ کس اجازه از این را نمیتیم در توان ما باشه که در ادارات عایداتی افغان
افغانستان امو درز فساد ایجاد. بله. در کنار نهادها شما اشاره کردین که تغییرات جدی و عمده در گمرکات به میان آمده. فکر میکنید که بعد از آمدن تغییرات در گمرکات چقدر مبارزه در فسادی که در گمرکات وجود داره چقدر مبارزه صورت گرفته؟ خب ببینید، از هر سال وقت ما به سال دیگر عواید ما در گمرکات مثلا به 3 میلیارد و 4 میلیارد افزایش مییابه که امسال هم نظر به سال گذشته 2.7 میلیارد اضافه به میان آمده، در حالی که در تعداد لاری هایی که به افغانستان می آمدن امسال 27% کاهش به میان آمده. این به این معناست که پولی را که ما جمع می کنیم در مبارزه با فساد است. ما وقتی که مثلا یک مثالش برای شما می دهیم، ما از دروازه های کابل به اساس اطلاع یک موتر را گرفتیم که در حدود 2 لک افغانی محصول شده بود، ولی وقتی ما موتر محصول می کنیم به اساس امو قانون و تعرفه گمرکی محصولش 8 لک افغانی می شه. و یا در گمرکات مثلا میدان هوایی وقتی یک نفر میبینین یک شخص مسافر میایه 90 دانه موبایل آیفون و اینا بایش است، یک قاچاق است. مثلا وقتی شما تلافروشی های کابل هم میبینین یک مقدار کامل ازی بالاتر از 90% ازی اصلا محصول نمیشه. وقتی که محصولات پرداخته میشن، اینا یک چیزی را که دوست ما اشاره کردن باید در برابر ازو بگویم که حکومت افغانستان در چوکات قانون تطبیق قانون میکنه. به هیچ گونه ما فراتر از قانون از کسی نه مالیات اخذ میکنیم نه محصول اخذ میکنیم، و اگر تطبیق قانون فشار بالای سکتور خصوصی باشه، این فشار را باید هم سکتور خصوصی قبول کنه و هم حکومت ادامه بده، چون تطبیق قانون با قانون بالاتر از همه چیز و همه موارد است. ولی ما در برابر به سکتور خصوصی چی کردیم؟ وقتی که ما از صادرات صحبت میکنیم، شما ببینید ما 0% تعرفه صادراتی داریم، هیچ پول گمرکی نمیگیریم. وقتی که ما مثلا از صادرات صحبت میکنیم، همی حکومت است که حتی در کرایه های انتقال از این حکومت میکنه. وقتی که ما از درون مملکت از زمین برشان داده میشه، مالیات برشان تخفیف داده میشه، برق برشان داده میشه با تعرف های بسیار، این کلش حمایت از سکتور خصوصی است. چون قانون اساسی افغانستان محور اصلی رشد اقتصاد افغانستان سکتور خصوصی قرار داده، بناهن حکومت معتقد و ملزم به ای است که با سکتور خصوصی همکاری کنه. اما این سکتور خصوصی همکاری به این معنا نیست که وقتی ما مثلا با یک پیاله باید 20 افغانی محصول پرداخت کنی، را خودت بگه که باید 5 افغانی پرداخت کنی، امکان پذیر نیست. تشکر آقای مسجدی. آقای بشیری، حالا بالا رفتن افزایش عواید فکر میکنید چقدر میتونه در رشد اقتصادی کشور مؤثر واقع شوه؟ وقتی حکومت عواید به دست میاره، از امسیش چشمه عایداتی که خدمت شما عرض کردم، این عواید میره به بودجه ملی افغانستان و از بودجه ملی افغانستان تقسیم میشه به بودجه عادی و انکشافی، و آنچه که ما انتظار داریم از آدرس بودجه انکشافی است که از او آدرس باید پروژه های عمرانی، زیربنایی و رفایی رن شود، تطبیق شود، تا به مردم افغانستان از او آدرس رفاه احاده شود و جای کار ایجاد شود. در اقتصاد بازار به اساس قانون اساسی و صراحت قانون اساسی افغانستان سیستم اقتصادی ما اقتصاد بازار است، و در اقتصاد بازار سکتور خصوصی علاقمند نیست روی پروژه های عامل منفعه و عمرانی سرمایه گذاری کنه، بیشتر سکتور خصوصی علاقمند هستند روی نقاط سرمایه گذاری کنند که مزیت خودشان در اوج محسوس باشه. در اقتصاد بازار وظیفه و مکلفیت حکومت است که استراتژی ملی انکشافی را دیزاین کنه و تمام قوت ها را در چارچوب استراتژی ملی انکشافی هماهنگ بسازه، تا از یک سو هم مزیت سکتور خصوصی بند نظر گرفته شوه، هم پروژه های عمرانی تطبیق شوه، و مهمترین چیزی که از او که بودجه انکشافی هست، عواید، افزایش عواید به معنای تقویت بودجه انکشافی و تقویت بودجه انکشافی به معنای ارائه رفاه به مردم افغانستان. حالا شما به عنوان آگاه اقتصادی فکر میکنید همین بس که... یک مقدار تخدیکی است، اگر شما لطف کنین من یک 2 ثانیه اجازه بدین. در بحث صفر شدن تکس صادرات و در بحث کمک نمودن حکومت به منظور ترانزیت صادرات، ما اگر از آدرس شورای عالی صنایع و معدن و سرمایه گذاری صحبت کنم، ما همیشه از این دو عمل کرد حکومت ممنون و مشکور بودیم و همیشه در رسانه های موضوع را یاد کردیم و از حکومت از این دو عمل کردش تشکری کردیم. ولی ما نباید در یک حلقه باقی ببانیم، به خاطر رشد توسعه باید در حلقه دوم قدم بگذاریم. کشور همسایه ما پاکستان وقتی که سمنتش صادر میشه، برعلاوه از اینکه تکس صادرات صفر است، بر صادر کننده سبسایدی میده، پول میده. در هندستان بر صادر کننده پول میده. در سایر که دنیای مروج است. بس این نیست که سکتور خصوصی افغانستان توقع بیش از حد از حکومت داشته باشه. توقع در چارچوب امکانات حکومت حداقل در سیاست های طرفوی
بحث تولید بالمثل که در داخل سکتور صنعت شما ایجاد میشه تا تقاضای امو بلند بردن محصول گمرکی از او را داشتن مثل سکتور ذوب و آهن افغانستان 60% فعلا تقاضای داخل مرفوع میکنه ادعای خود فابریکات ذوب و آهن هستند بحث دیگه ای هستند که بستگی داره قوت عواید به چشمه عایداتی خدمت شما عرض کردم که چشمه های عایداتی افغانستان استراتژیک نیستن مالیه وقت برنامه کم مانده بسیار کوتاه اگر اشاره بکنین حالا شما به عنوان یک آگاه اقتصادی از نظر شما فکر میکنید که سردرگمی و نامعلوم بودن نتیجه انتخابات چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره بر سر عواید کشورهای جهان سوم کوتاه اگر اشاره بکنین کشورهای جهان سوم ثبات سیاسی به عنوان یک عامل بسیار بالقوه و استراتژیک ثبات اقتصادی پنداشته میشه سردرگمی بحث انتخابات و عدم ثبات سیاسی باعث سردرگمی بحث ها و برنامه اقتصادی و مالی تشکر آقای مسجد همچنان در آخر ذکر بکنید که چقدر سیستم الکترونیکی در گمرکات تا امروز تطبیق شده یا به میان آمده 98% واردات صادرات و ترانزیت از طریق سیستم اسکودای گمرکی صورت میگیره به این مثال بالاتر از 90% ارائه اظهارنامه ها از طریق سیستم سکتاس صورت میگیره خوشبختی ما ای است که سیستم های الکترونیکی فعلا در ادارات عایداتی افغانستان جابجا شده و حتی ما به سیستم آنلاین هم دست بردیم که یک تاجر ما وقت مالیات خود میخواد تسویه کنه اگر به اینترنت و کامپیوتر دسترسی داشته باشه میتونه از دفتر خودی کار انجام بده و ما کوشش خودی میکنیم به نهایت که بتونیم با آخرین درجه تسهیلاتی که بتونیم به سکتور خصوصی بتیم چون سکتور خصوصی است که حکومت به پیش میبره تشکر آقای شامنوس خان مسجد سخنگوی وزارت مالیه و آقای محمد شبیر بشیر آقای اقتصادی از حضورتان به برنامه برنامه پس از خبر هم در همین جا به پایان رسید تشکر از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید تا برنامه دیگر وقتتان خوش خدا نگهدار